این مادر بچه سالمی را به دنیا آورد. اما وقتی دکترها جفتش را دیدند، آن را داخل بدنش باقی گذاشتند. سلام دوستان. وقتی یه مادر یه نوزاد پسر رو به دنیا آورد، خیلی خوشحال شد. اما بعد از اینکه دکترها جنینش رو دیدن، خوشحالیش تبدیل به ناامیدی شد. در واقع وضعیت به صورتی بود که تیم پزشکی تصمیم گرفتن جنین رو داخلش باقی بذارن. اسم این مادر کریستین تورلیستی بود که در لوسگاتوس کالیفرنیا زندگی میکرد. اون در اونجا همراه شوهرش جف زندگی میکنه که در اکتبر 2010 با اون ازدواج کرد. 4 سال بعد از ازدواج خبر خوبی دریافت کردن و فهمیدن بچه دومشون در راهه. جزئیات این داستان رو از واژه تیوی بشنوید. حاملگی تورلیستی در ابتدا عادی پیش می رفت. اما وقتی حدود 28 هفته از حاملگی گذشت، عکس‌های سونوگرافی مشکوک به نظر می رسیدن. در اون زمان، وقتی مادر حامله رو معاینه کردن، نتونستن بین جفتش، رحمش و مثانه‌اش فاصله‌ای ببینن. بعدن تشخیص دادند که تورلیستی پلاسنترا پرکرتا داره. یه وضعیت وخیم که میتونست سرانجام خیلی بدی برای اون داشته باشه. در طول یک حاملگی عادی، جفت در داخل رحم رشد میکنه. بعدن به دیواره رحم وصل میشه و بعد در موقع زایمان بدن اون رو از خود خارج میکنه. اما اگر مادر دچار پلاسنترا پرکرتا باشه، ماجرا به همین سادگی نیست. چون این اختلال باعث میشه جفت به سرعت و به صورت غیر قابل کنترل رشد کنه و دکترها باید اونو بعد از تولد به صورت دستی خارج کنن. اما این معمولاً منجر به خون ریزی میشه. البته 60 سال پیش موارد آکرتا بسیار نادر بود. در واقع در دهه 1950 از هر 30,000 زایمان در آمریکا یکی از اونها این اختلال رو داشت. اما امروزه اینقدر نادر نیست و از هر 500 زایمان در آمریکا یکی از اونها به این شکله. یکی از دلایلش رایج شدن سزارین هست. زنانی که در گذشته سزارین داشتن معمولاً زخم‌هایی روی رحمشون دارن. جفت جدید بعداً میتونه به این بافت زخمی بچسبه که منجر به آکرتا میشه. خود تورلیستی اولین پسرش رو به کمک سزارین به دنیا آورده بود. گاهی اوقات خونریزی ایجاد شده توسط آکرتا حتی میتونه مرگبار باشه. در واقع در کشور آمریکا از هر 14 زنی که آکرتا داره، یه نفر جونش رو از دست میده. در نتیجه تشخیص دکترها تورلیستی رو بسیار ترسوند. با توجه به جدی بودن شرایط تورلیستی، مجبور بود در هفته 33 زایمان کنه. در نتیجه در جولای 2014 یک تیم متشکل از 30 متخصص دانشگاه استنفورد پسر دوم زن رو به دنیا آوردن. خوشبختانه این پسر کاملا سالم بود. بعد از زایمان تورلیستی، دکترها چیز نگران کننده ای رو کشف کردن. تیم پزشکی می دونستن وضعیت آکرتای تورلیستی در مرحله وخیم تری به اسم پرکرتا قرار داره. در این شرایط جفتا خارج از دیواره رحم رشد می کنه و می تونه اندامهای داخلی نزدیک رو تحت تأثیر قرار بده. اما وقتی دکترها جفت تورلیستی رو ارزیابی کردن، شرایط از چیزی که انتظار داشتن خیلی بدتر بود. چون جفت تورلیستی بیش از تصور رشد کرده بود و دکترها باید فکر می‌کردن چطور جفت رو بدون آسیب رسوندن به زن بیرون بکشن. اونا در نهایت تصمیم غیر منتظره‌ای گرفتن و ترجیح دادن جفت تورلیستی رو داخل بدنش باقی بذارن. تورلیستی میگه اونا نگران این بودن که عفونت و خونریزی شدید کنم. اما با خودشون گفتن شاید بدن جفت و دوباره جذب کنه. بدترین چیز این بود که بعد از گذشت 3 روز مادر همچنان نوزادش رو ندیده بود. در نتیجه دکترها ملاقات شبانه ای رو ترتیب دادن. تورلیستی میگه این ملاقات روحیش رو خیلی بهتر کرد. بعد از 6 هفته بستری در بیمارستان، روی کل بدن تورلیستی جای کبودی و زخم ظاهر شد. اینا نشونه خوبی نبودن.
اسکن‌ها نشون دادن کبد تورلیستی وضعیت خیلی بدی داره. همون موقع بود که جراح‌ها تصمیم گرفتند عملی انجام بدن. در نتیجه در یک عمل 8 ساعته جفت تورلیستی و یک سری اندام‌های غیر ضروریشو برداشتن و آسیبی که به اندام‌های حیاتی تر رسیده بود رو برطرف کردند. در طول این زمان تورلیستی به 26 واحد خون نیاز داشت تا در حالت پایدار بمونه. تا مدتی اصلا مشخص نبود که آیا این مادر میتونه زنده بمونه یا نه. اما صرف مدت کوتاهی حال زن کاملا خوب شد. اون حالا از پزشکانی که در طول این مدت از اون مراقبت کردن بسیار متشکره، چون جان تازه‌ای به اون دادن. لیو یک بچه یک ساله شجاع و خوشحاله. تورلیستی حالا میتونه زندگیشو ادامه بده و از لحظه به لحظه در کنار خانواده بودن لذت ببره. اون برای ادای تشکرش حالا به صورت داوطلبانه در بیمارستان استنفورد کار میکنه. به لطف دکترها اون حالا میتونه بزرگ شدن بچهش رو ببینه.